بعد از مسئله آج آقا و, و فوت شهادت گونه یا شهادت آج آقا مصطفا داریم بیشترین فشار اون وقت آمد و منشأ همه این فشارها اون نامه ای بود که در روزنامه ها به عنوان رشید مطلق چاپ شد که خصوصیاتش هم نوشتن الان روزنامه نگاران که شاه دستور داده بود و بشم عواقبش گفته بودن اما توجه نکرده بود به عواقب خطرناکش فشار ساواک و رژیم از اون وقت خیلی زیاد شد به جوری که رسید به اون کشت و کشتارها که به ضرر خودش تمام می شد یعنی هر شهری ادهی را شهید می کردن نتیجهش مردم میجوشیدن و می علیه رژیم رژیم تا جایی که نتوانست خودش رو کنترل کنه اون نام بیشترین اثر رو گذاشت در فشار روی مردم و فوت آجا مصطفا یا شهادت آجا مصطفا باید بگیم شهادت ظاهرا شهادت آجا مصطفا هم تأثیر فراوانی گذاشت روی قصه یعنی دیگه جرعتها خیلی زیاد شد مردم دیگه دیدن کار رسیده به جایی که آدم را و فرزند امام را با شنین برخورد میکنن حرکت ها زیاد شد و همه انسان هایی که به نزد و مبارزه علاقه داشتن اون وقت آمدن جلساتی گرفته میشد مهمترین جلسه را اگر بشه تاریخ را مراجع کرد و پیدا کرد مهمترین جلسه مسجد ارک تهران بود من یادم اون وقت من رو ماهت الله اشراقی بود ما از قوم رفته بودیم تمام روشن فکرای پیر مرد و تمام کسانی که در سیاست و نهزت دستی داشتن اونجا بودن قدهای خمیده پیر مردایی با عصا جوانها انسانها مسجد مملو و از جمعیت بود خیابان مملو و از جمعیت اون هم جمعیتی از نظر کیفیت فوق العاده بالا یعنی من جلسه ای را به جمعیتی که اونقدر از نظر کیفیت بالا باشه ندیدم در تاریخ مبارزاتی را که امام سلام الله علیه داشتن و همون وقت هم این جناب آقای دکتر روحانی اونجا بنا شد که سخنران ایشون باشه که اون هم مسئله امام را و لقب امام را او اونجا مطرح کرد و بعد مون با خیلی مخالفت هایی که با او شد مخالفت هایی که با ست سلوات برای امام شده بود ولی اکلمه امام را او اینجا در همون مسجد به امام لقب داد و بعد هم مبارزات ادامه پیدا کرد دقیقش الان نمیتونم عرض کنم اما اجمالا اون نامه و شهادت راجق و مصطفى فشار را زیاد کرد اما نتیجه هم خیلی سریع رسیده شد و رسیدیم به انقلاب 22 بهمن و آمدن امام